سلام، زیباترین زن جهان با رقص کولی شما رو به وجد خواهد آورد. پس بهترین برنامه رو از دست ندید. دهم ژانویه خبر درگذشت جینا لولوبرجیدا خیلی ها رو شگفت زده کرد، شاید چون بسیاری توقع نداشتند که این بازیگر کهنه کار همچنان در قید حیات باشه. به هر حال او آخرین بازمانده دوران طلایی هالیوود بود که در سن 95 سالگی با زندگی وداع کرد. جینا لولوبرجیدا رو با فیلم‌هایی چون سلیمان و سبا، گوش‌پشت نوتردام، زیباترین زن جهان، بن سرا خانم کمپل، نان عشق و رویا و پری با موهای فیروزه‌ای به یاد میاریم. برادر، اون همسر توه. در این برنامه سراغ یکی از به یاد موندنی‌ترین نقش‌آفرینی‌های او رفتیم، دختری کولی به نام اسمرالدا در گوش‌پشت نوتردام. اسم چیه؟ اسمرالدا. اسم من فیبوسه. در کنار جینا شاهد بازی تحسین شده آنتونی کوین در نقش کواسیمودو گوش پشت کلیسای نوستام هست. گوش پشت نوستام اقتباسی فرانسوی از رمان پرآوازه نویسنده شهیر فرانسوی ویکتور هوگوست، فیلمی ساخته ژان دلانو. ماجرای فیلم در پاریس قرون وسطایی در سال 1482 اتفاق میفته. ولی تو از کجا میدونی؟ من پیر گرینگوار، نویسنده نمایشنامه هستم. جشن عجیبی برپاست، چیزی شبیه هالووین امروزی، مراسم سالیانه انتخاب پادشاه احمق‌ها، روزی که زشت‌ترین آدم شهر میتونه بر بقیه حکمرانی کنه. در سالن نمایش تئاتری بر صحنه رفته، اما حاضران تحمل تماشای داستان زئوس رو ندارن و اون رو وقت تلف کردن میدونن. نمایشنامه نویس سعی میکنه بقیه رو همراه کنه، اما تلاشش بیفایده است و مردم سالن رو ترک میکنن تا به کار اصلیشون برسن، انتخاب پادشاه احمق‌ها. این فیلم در دو نسخه فرانسوی و انگلیسی فیلم برداری شده و در نسخه فرانسوی عوض پادشاه احمق ها پاپ احمق ها انتخاب میشه. در رمان اصلی هم همینطوره، قرار پاپ احمق ها انتخاب بشه، اما به خاطر شرایط کد هیز در ایالات متحده که هر گونه اهانت به نهادهای مذهبی رو منع میکرد، مجبور شدن اینطوری بسازن که در نسخه انگلیسی تاج پادشاهی باشه و در نسخه فرانسوی کلاه پاپی. از اینجا شخصیت اصلی یکی یکی وارد ماجرا میشن. استاد کیمیاگر که در کلیسای نوستام آزمایشگاه کوچکی داره که میخواد توش به راز درست کردن ترا دست پیدا کنه، گوش پشت بدقیافهی به نام کواسیمودو و رقاص زیبایی به نام اسمرالدا که نبض شادی شهر رو در دست داره. دختری جوان که در این معصومیت تمام جذابیت های جنسی یک زن رو در خودش داره و اتفاقا همین زیبایی او هوش از سر استاد فرلو بر می داره و او رو به جنونی عاشقانه می کشه. در صحنه طولانی که شاهد میدونداری اسمرالدا با رقص کولی هستیم، استاد از پنجره شکسته سالن او رو نگاه میکنه و قاب زیبایی از انعکاس اون رقص در کنار نگاه بهت زده و غضب‌آلود کلود فرلو، جنگی که در سر او برپا شده رو به خوبی به تصویر میکشه. با تشخیص اسمرالدا عنوان پادشاه احمق‌ها به کواسیمودوی گوش پشت میرسه. ساب کنید، نگاه کنید، اینو نگاه کنید. مردی که از سر تا پا چیزی جز زشتی نیست. چرا خود به این فکر نیفتاده بودی؟ اون از انگشت پا تا فرق سرش واقعا زشته. پادشاه بر تخت روان در شهر گردونده میشه و در حالی که بهترین روز زندگی این گوش پشت بینوا در حال سپری شدنه، با رویاروی اونها با کیمیاگر بزمشون به هم میخوره. برا داشتم منو خیانت.
گوش پشت که برای استاد احترام بسیار زیادی قائله، این خوشی رو رها میکنه و با او همراه میشه. در مسیر اما اونها بار دیگه با اسمرالدا روبرو میشن. استاد که از دیدن اسمرالدا دچار شیدایی شده به کواسیمودو دستور میده که دختر رو بدزده و با خودش به کلیسا ببره. اونو بیار، برای من بیارش، نمیتونم بریش. گوش پشت به دستور خلاف قاعده او گوش میده و سعی داره دختر کولی رو با خودش ببره که نظامی ها سر میرسن و او رو بازداشت میکنن. فرمانده دسته زبار نظام فیبس دختر کولی رو بر اسب خودش سوار میکنه و به نظر میاد اسمرالدا هم به او دل باخته، اما این سوارکاری برخلاف میل دختر تا صبح ادامه پیدا نمیکنه و کاپیتان از او میخواد که شب رو با هم بگذرونن. البته اسمرالدا او رو رها میکنه و سراغ بزش میره و در نهایت به جمع کولی ها برمیگرده. صبح گوش پشت به جرم تعدی به زن جوان در میدون شهر شلاق زده میشه، اما اینجا اسمرالدا به رغم اینکه خودش باید شاکی اصلی باشه برای آب دادن به مرد بیچاره پیش قدم میشه و از همینجاست که مهر او بر دل گوش پشت می نشینه. شما خیلی مهربان. آیا رابطه بین اسمرالدا و فیبس، کاپیتان نظامی، همونطور که دختر جوان توقع داره، مثل عشقی آسمانی پیش میره یا اینکه فیبس او رو فقط برای خوشگذرونی و هوسبازی خودش میخواد؟ خدافظ. اگه مردم من برن منم میرم. میشه باز ببینم؟ کجا؟ تو خونه کوچیکی که اون شب از هم جدا شدیم. سرنوشت این ملکه کولی رو به کجا میکشونه؟ آیا بوزی که با ترکیب حروف کلمه میسازه برای او خوشیومن خواهد موند؟ بوزی که نه تنها قادر به خوندنه بلکه به خوبی آقای گوتنبرگ مینویسه. گوش پشت چطور محبت و عشق صادقانه اسمرالدا رو جواب خواهد داد؟ برو بیرون. باشه و میرم. این کامل ترین اقتباس سینمایی از رمان ویکتور هوگو جواب پرسش های شما رو همونطوری میده که او در رمان اصلی نوشته. دو نسخه قبلی فیلم و نسخه هایی که بعد از این فیلم سال 1956 ساخته شدن هر کدوم به طریقی در خود داستان یا پایان بندی قصه دست بردن. در نسخه های جدیدتر حتی از پایان دلخراش رمان فاصله گرفته شده تا بیننده راضی تر از سالن بیرون بیاد. البته همونطور که گفته شد در همین فیلم هم تفاوت هایی بین نسخه انگلیسی و فرانسوی وجود داشت. جایی که راهب به کیمیاگر تبدیل شد، پاپ احمق ها به پادشاه و چند صحنه که کلن حذف شدن. به هر حال این فیلم داستان معصومیت در برابر شرارت و زشتی در برابر زیبایی رو به خوبی روایت میکنه، اما زشتی و زیبایی نه در صورت که در افکار و منش افراد خودشون رو به نمایش میذارن، چنانچه کواسیمودو گوش پشت این رو به ما اثبات میکنه. این پرهزینه ترین فیلم فرانسوی اون سالها بود که از حضور دو بازیگر بین‌المللی در ساخت اون استفاده می شد. جینا لولو برجیدا برای نخستین بار فرانسوی رو با لهجه غلیظ ایتالیایی صحبت کرد و اتفاقا تنها جایزه بین‌المللی فیلم هم در جشنواره بمبئی هندوستان به او رسید. از فیلم در فرانسه استقبال بسیار خوبی شد و تونست سومین فیلم پرفروش سال باشه و در آمریکای شمالی هم 2.5 میلیون دلار فروخت تا همه چیز براش خوب پیش بره. به جز دو بازیگر اصلی، بقیه بازیگرای فیلم فرانسوی بودن، بازیگرایی که با وجود نقش آفرینی خوبشون زیر سایه هنرنمایی جینا و آنتونی کوین تقریبا نادیده گرفته شدن. به رسم همیشه بریم چند سکانس به یاد موندنی فیلم رو با هم مرور کنیم. بعد نیست باز هم نگاهی بندازیم به صحنه رقص اسمرالدا که تئاتر و کلیسا رو با هم از رونق انداخته و مردم پاریس رو به خودش خیره نگه داشته. Oh, I love no my heart my own.
gypsy heart must ever be. آنتونی کوئین در آغاز فیلم برداری دچار مسمومیت غذایی شدید شد، طوری که کارش رو بستری کشید و تحمل گریم سنگین کواسیمودو براش دشوار بود. بعدن گفتش که این معصومیت باعث شد تا ارتباط عمیق‌تری با نقش گوشپشت برقرار کنه. سنگینه با صدای منو نمیشنوه. افکار من مثل قیافه تو کوازیمودو. ما برادریم. قیافه تو و روح من. اسمرالدا و بزش معرفی گرفتن و بز با روش مخصوص خودش کلمه فیبس رو مینویسه. کلمه ی روی زمینه. کیمیاگر این کار اسمرالدا رو جادوگری خطاب میکنه، چیزی که بعدها کار دست زن جوان خواهد داد. جالبه که بوز اسمرالدا 2,000,000 فرانک بیمه شده بود. دیچلی بیا بری. نگاش کنی. نگاش کنی با بوده. از گوش پشت نوستام اقتباس‌های فراوانی شده. در آخرین نسخه سینمایی سلما هایک نقش اسمرالدا رو بازی میکنه و آخرین اقتباس هم انیمیشنیه که دیزنی از این داستان ساخته. اگر به آثار کلاسیک ادبی علاقه دارین، تماشای این فیلم قطعا براتون لذت بخش خواهد بود و یادتون نره که سری به پلیلیست سینمای کلاسیک سینما کلوت بزنید.